سلام بر شما، با خبرهای ساعت یک از تلویزیون یک خوش آمدید. یک مرد در هرات دختر 13 سالش را با شلیک گلوله کشته است. مسئولان شفاخانه هرات میگویند پیکر نیمجان این کودک شب گذشته به این شفاخانه منتقل شد، اما پس از دقایقی جان داد. به گفته رفیق چرزای سخنگوی شفاخانه هرات، این کودک به دلیل برخورد یک گلوله به ناحیه سینه‌اش جان باخته است. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس هرات این رویداد را تایید میکند و میگوید که گلوله از سوی پدر کودک سهواً شلیک شده است. وی در مورد بازداشت فردی در پیوند به این رویداد چیزی نگفته است. بر بنیاد یک خبر دیگر، یک کودک در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس از اثر انفجاری زخم برداشته است. محمد قیوم انگار آمر امنیت فرماندهی پلیس بادغیس میگوید هراس افکنان این ماین را صبح امروز در نزدیک خانه یک سرباز پلیس محلی جاسازی کرده بودند که از اثر انفجار آن یک کودک زخمی شد. و گفته انگار کودک اکنون در شفاخانه زیر درمان قرار گرفته است. 5 هراس افغان در ننگرهار در نتیجه عملیات نیروهای ویژه ارتش بازداشت شدند. نعمان عاطفی سخنگوی فرماندهی قول اردوی 201 سیلاب میگوید این 5 هراس افغان در نتیجه عملیات عصر روز گذشته از مربوطات ولسوالی خوگیانی ننگرهار گرفتار شدند. و می افزاید که در جریان این عملیات 12 جنگ افزار نیز به دست آمده است. نیروهای امنیتی ولایت لغمان از کشف و ضبط 10 کیلوگرم مواد مخدر و بازداشت یک آدمربا خبر می‌دهند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان می‌گوید یک قاچاقچی که قصد انتقال 84 کیلوگرم تریاک را داشت شام روز گذشته از شهر مهترلام بازداشت شد. به گفته زواک یک آدمربا نیز قصد ربودن یک کودک را داشت، از سوی امنیت ملی بازداشت شده است. پلیس کابل 7 تن را به اتهام‌های قتل، دزدی و حمل اسلحه غیرقانونی بازداشت کرده است. در خبرنامه وزارت داخله آمده است 5 تن از مربوطات حوزه‌های 15 و 17 امنیتی شهر کابل بازداشت شدند که متهم به انجام 2 قتل هستند. خبرنامه افزوده که 2 تن دیگر به اتهام حمل 2 تفنگچه بدون مجوز از مربوطات حوزه 8 گرفتار شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است اگر اتحادیه اروپا مخالف امارات پروژه پایپلاین گاز طبیعی جنوب باشد، مسکو ساخت آن را متوقف خواهد کرد. و در جریان دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترکیهش در انقره افزوده است که روسیه و ترکیه در عوض پایپلاین گاز جنوب یک مرکز گاز را برای جنوب اروپا امار خواهند کرد. پایپلاین گاز جنوب که قرار بود از زیر بحیره سیاه به بلغاریا و از آنجا به یونان و ایتالیا و همچنان به سربیا یا هنگری و اتریش تمدید شود، اما پوتین گفته است که این پایپلاین به خاطر مخالفت حکومت بلغاریا و اتهام‌های اتحادیه اروپا امار نخواهد شد. سپاس از همراهیتان. به فشرده خبرها تا این ساعت.